امروز میخواییم داستان پسر جوونی رو براتون تعریف کنیم که از بچگی دله دزدی میکرده، اما وقتی کار کردن با اسلحه رو یاد میگیره شروع میکنه به کشتن آدما. به کانال فیلم استوری خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم ال انجل. در ابتدای داستان پسر موطلایی به نام کارلوس رو میبینیم که یه دزد حرفه‌ایه. اون یه روز برای دزدی وارد یه خونه میشه و شروع میکنه به دزدیدن چیزهای قیمتی و بعدش وارد پارکینگ اون خونه میشه و لحظه‌ای که میخواد یه ماشین رو بدزده چشمش به یه موتورسیکلت میفته و به جای ماشین اون رو برمیداره و باهاش برمیگرده خونه و بعدش مادرش آرورا رو میبینیم که از کارلوس میپرسه که این موتور رو از کجا آوردی؟ کارلوس هم میگه مال یکی از دوستامه. مادرش هم که نگرانشه بهش میگه حواست باشه که امانت مردم رو داغون نکنی، چون پول نداریم که خرجش کنیم. همون روز وقتی کارلوس داره پیانو میزنه، پدرش هکتور میاد کنارش میشینه و بهش میگه از دوستات چیزی قرض نگیر، اگرم از چیزی خوشت میاد باید مثل سگ خیس زیر پلخواب برای به دست آوردنش تلاش کنی. هکتور بعدش راجب مدرسه جدیدش بهش میگه و ازش انتظار داره که درساش رو بخونه. توی صحنه بعدی فیلم کارلوس میره دیدن دوست دخترش و گردنبندی که از اون خونه کش رفته بود و بهش هدیه میده و وانمود میکنه که مال مادرشه. روز بعد توی مدرسه یه پسر به اسم ریمون نظر کارلوس رو جلب میکنه، چون اونم یه ازگلی مثل خودش و برای اینکه باهاش دوست بشه توی آزمایشگاه موهاشو از پشت کز میده. اونم یه مشت میزنه زیر چشمش و بعدش جفتشونو میبرن اتاق مدیر مدرسه. اما کارلوس قبل از اومدن مدیر برمیگرده خونه و از بین چیزهایی که دزدیده یه فندکو برمیداره و روز بعد اونو به ریمون هدیه میده و میبینیم که اونا با هم دوست میشن. ریمون همون روز کارلوس رو میبره خونهشون و اونو به پدر بداخلاقش خوزه معرفی میکنه و میبینیم که خوزه به کارلوس شلیک کردن یاد میده و کارلوس هیجان زده میشه و میگه میخوام از این به بعد از اسلحه استفاده کنم. اما ریمون میگه اسلحه و فشنگ خیلی گرونه و نمیتونی الکی فشنگاتو هدر بدی. کارلوس هم میگه یه ایده برای دزدی از یه اسلحه فروشی دارم و همون شب ستایی میرن تو کارش. ریمون و پدرش خوزه بیرون نگهبانی میدن و کارلوس میره داخل اسلحه فروشی و به اندازه یه گردان اسلحه با خودش میاره بیرون و به خوزه میگه فشنگ یادم رفته، وایسین تا برگردم. کارلوس دوباره برمیگرده داخل اون اسلحه فروشی و بعد از اینکه فشنگا رو میاره با هم فلنگو میبندن و از اونجا میرن. همون شب خوزه که از استعداد دزدی کارلوس پشماش ریخته به پسرش ریمون میگه این پسر میتونه آینده کثیفمون رو تضمین کنه. روز بعد ریمون سهم فروش اسلحه ها و یه شناسنامه جعلی به کارلوس میده و راجب یه پیرمرد پولدار حرف میزنه که تک و تنها توی یه عمارت بزرگ زندگی میکنه. اونا همون شب میرن توی اون عمارت و کارلوس اتفاقی به پیرمرد شلیک میکنه و در حالی که بدجوری زخمی شده توی خونه راه میفته و پسرا هم دنبالش میرن. اون میره روبروی یه تابلوی نقاشی میایسته و بعدش اونا اون نقاشی های گرون قیمت رو همراه خودشون میبرن. یه مدت میگذره و یه شب که کارلوس توی خونه ریمون خوابیده، خوزه پدر ریمون استرس میگیره و تابلوهای گرون قیمتی که تو خونهشون نگه میدارن رو جمع میکنه و همزمان کارلوس میره توی آشپزخونه و اونجا مادر و ریمون بهش میگه میتونم یه حال اساسی بهت بدم. اما کارلوس وانمود میکنه که همجنس بازه و به خیر میگذره. مدتی بعد کارلوس و ریمون وارد یه جواهر فروشی میشن و قبل از دزدی کارلوس یه جفت گوشواره میندازه گوشش و به نظر میرسه که همزمان ریمون براش راست کرده. اونا شروع میکنن به برداشتن جواهرات و کارلوس چشمش به یه گاف صندوق میفته و میگه بیا بازش کنیم. اما ریمون میگه بی خیال، نمیتونیم اینو باز کنیم. روز بعد اونا یه اتاق توی یه هتل اجاره میکنن تا از دید پلیس دور باشن و شبش به یه بار میرن و اونجا ریمون درباره مردی به اسم فدریکا به کارلوس میگه که یه کلکسیون هنری گرون قیمت داره و میگه میتونه تابلوهاشونو به اون مرد بفروشه. البته جالب اینجاست که اون مرد هم جنس بازه و فقط برای پسرها راست میکنه و برای اینکه دست بیل پسرا رو لیس بزنه بهشون پول هم میده. به همین خاطر ریمون میره تو کارش و به فدریکا میگه میخوریش؟
فدریکا هم میگه جوری که حتی تصورش هم نمی‌کنی، ولی باید بریم خونه من. اونا هم بهش اوکی میدن و یکم بعد متصدی بار ریمون رو مسخره میکنه و ریمون هم باهاش درگیر میشه. اونا همون شب با تابلوها میرن خونه فدریکا و اون میگه من مال دزدی نمیخرم، اما ریمون راضیش میکنه و قبل اینکه برن توی اتاق فدریکا به کارلوس میگه یه لطفی بکن و تا وقتی اینجایی ازم دزدی نکن. اونا که میرن داخل اتاق، کارلوس یه چرخی داخل خونه میزنه و از لای در اونا رو در حال عملیات میبینه و به نظر میرسه که حسودی شده. خلاصه تو راه برگشت ریمون به کارلوس میگه فدریکا گفته فیس هم باب هنرپیشه شدنه و گفته میتونه با پارتی بازی منو بفرسته تو صنعت فیلم تا معروف بشم. کارلوس هم میگه تو یه دل دزدی، اگه معروف بشی کسایی که ازشون دزدی کردی سر پایی میخورنه. اونا سر راهشون میرن به همون بار که با متصدیش درگیر شده بودن و کارلوس در حالی که دوتا متصدی اونجا توی خواب بودن بهشون شلیک میکنه و ریمون که متوجه این موضوع میشه میگه حداقل میذاشتی دو کلمه باهاشون حرف میزدم. روز بعد کارلوس ریمون رو میبینه که وارد تلویزیون شده و داره میرقصه. اون بعدش خودش رو در حال رقصیدن کنار کارلوس تصور میکنه و میبینه وقتی ریمون برمیگرده سریع به مادرش تلفن میکنه و ازش میپرسه که اونو تو تلویزیون دیدن یا نه. مادرش هم میگه آره دیدیمت، ولی یه مشکلی هست و اونم اینه که آرورا مادر کارلوس داره در به در دنبالش میگرده و اونو از ما میخواد. اون بعدش میگه بابات از اینکه رفتی تو تلویزیون ناراحت شده. خلاصه اونا یه روز یه ماشین میدزدن و جلوتر به ایست بازرسی پلیس برخورد میکنن و زمانی که مامور ازشون مدرک شناسایی میخواد ریمون هیچی همراهش نداره، اما کارلوس شناسنامه جعلیش همراهشه. پلیس ها اونا رو دستگیر میکنن و به اداره پلیس میبرن و کارلوس سعی میکنه به مامور رشوه بده، اما مامور پول زیادی ازش میخواد و کارلوس برمیگرده خونه و توی اتاقش یه کیف پر از پول رو برمیداره. اما زمانی که میرسه در اداره پلیس متوجه یه مامور کچل توفسر میشه که میخواد قبل از وارد شدنش به اداره پلیس ترکیبشو بده. اون نظرش عوض میشه و برمیگرده خونه پیش پدر و مادرش و بهشون اون کیف پر از پول رو نشون میده و پدرش که آدم شریفیه به کارلوس میگه این پولا رو از هر کجا که آوردی برش گردون به همونجا. اما کارلوس به حرف پدرش گوش نمیده و پدرش هم اون کیف رو توی باغچه خونه‌شون دفن میکنه. مدتی بعد کارلوس ریمون رو میبینه که از زندان آزاد شده و دنبالش به یه رستوران میره و اونجا با دوست جدید ریمون میگل آشنا میشه که اونم مثل خودشون یه دل دزده. اونجا ریمون از اینکه کارلوس برای آزادیش کاری نکرده ابراز ناراحتی میکنه، اما کارلوس متقاعدش میکنه که براش تله گذاشته بودن. اونا روز بعد از یه کامیون حمل‌شیر دزدی میکنن و همین که راننده میخواد بهشون شلیک کنه کارلوس سوراخ سوراخش میکنه. اونا بعد از دزدی میرن خونه ریمون و اونجا مادر ریمون سویچ ماشینی که باهاش دزدی رفتن و میده به کارلوس که ببره آتیشش بزنه. روز بعد کارلوس که دیگه حسابی رد داده، در حالی که ریمون همراهشه، ماشینو میکوبه به یه ماشین دیگه و خودش زخمی میشه. اما ما میفهمیم که ریمون ریغ رحمتو سر کشیده و کشته شده. یه مدت میگذره و کارلوس میگه رو میبره سراغ همون گاوصندوق داخل جواهرفروشی که قبلا ریمون میگفت نمیتونیم بازش کنیم. کارلوس بعد اینکه نگهبان رو میکشه با یه هواگاز صندوق رو باز میکنه و متوجه میشه که یه گوز هم داخلش نیست. اون این خبر رو به میگل میده که تو اون لحظه خوابش برده بوده، اما میگل حرفش رو باور نمیکنه و کارلوس هم بهش شلیک میکنه و با هواگاز صورتش رو از بین میبره. روز بعد کارلوس برای خریدن یه پاکت سیگار میره بیرون و موقع برگشتن به خونه پلیس دستگیرش میکنه و اون به تمام جنایاتش اعتراف میکنه و تمام شهر از کارهاش باخبر میشن. اما کارلوس کوتاه نمیاد و یه قاشق رو قورت میده و اونجا موفق میشه فرار کنه و با قطار خودش رو به یکی از خونه های ریموند میرسونه و روز بعد با مادرش تماس میگیره که به دیدنش بره، اما پلیس ها براش لشکرکشی میکنن و خونه ای که داخلش رو محاصره میکنن و میبینیم که اون بچه خوشگل قبل از دستگیر شدنش داره میرقصه. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش تو دیسکریپشن هست مراجعه کنید.